سلام خوش به کانال یوتیوب کریپتو فارسی من علیرضا و امروز تو این ویدیو قراره تو قسمت اول در مورد افزایش قیمت شدید بیت کوین تو این چند روزه صحبت کنیم و یه سری اطلاعات فاندامنتال راجع به بیت کوین بهتون بدم تو قسمت دوم ویدیو راجع به چند تا از آل کوین صحبت می‌کنیم و شرایطشون رو نسبت به بیت کوین می‌سنجیم و تو قسمت سوم ویدیو هم بهتون میگم حالا که این همه ارز دیجیتال افزایش قیمت پیدا کردن بهتر ازشون سود بگیریم یا همچنان داریم یا چطور باید بکنیم این قسمت سوم در واقع استراتژی که خود من بر اساس تجربه حالا چند سالم تو بازار ارز دیجیتال برای خودم چیندم که فکر میکنم دونستنش میتونه خیلی بهتون کمک بکنه که اوضاع رو بهتر مدیریت بکنید واسه اینکه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب با ویدیو با من همراه باشین همینجوری که تو این چارت میبینیم توی یه هفته گذشته تقریبا قیمت بیت کوین از زیر 3 میلیارد دلار ها رو بگیم حدود 3 میلیارد رسید به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان که بالاترین قیمت برای بیت کوین حساب میشه و البته که قیمت بیت کوین از لحاظ دلاری هم خیلی نزدیک به بیشترین قیمت خودش شده خیلی جالبه اگه بیایم یه سری به گذشته بزنیم میبینیم که الان بیت کوین تو قیمت 59000 دلار با اینکه هنوز به اوج قیمتی خودش که زمان خودش حدود 69000 دلار نرسیده ولی از لحاظ قیمت تومانی خیلی بالاتر از قیمتیه که چند سال پیش بود و این تماما به خاطر کاهش ارزش تومن در مقابل دلاره، دلاری که خودش داره سقوط میکنه. تو دوره گذشته قیمت یک بیت کوین تو بالاترین حد خودش حدود دو میلیارد تومن بود ولی الان قیمت بیت کوین با اینکه همچنان به اوج قیمتی دلاریش نرسیده حدود سه میلیارد و 500 اما تو کشوری دیگه هم اوضاع خیلی فرق نمیکنه مثل کره جنوبی هند سوئیس آفریقای جنوبی نروژ و حتی چین هم قیمت بیت کوین به بالاترین حد خودش رسیده و این موضوع خودش باعث میشه که رسانه های زیادی بیت کوین رو پوشش بدن که قیمت بیت کوین برای اولین بار حالا مثلا بعد از چند سال به بالاترین حد خودش رسیده و رکورد خودش رو شکسته و این باعث میشه که سرمایه بیشتری جذب این موضوع بشن اما یه موضوع جالب که تو ویدیو قبلی هم در صحبت کردیم موضوع ETF های طلا در مقابل ETF بیت کوینه حجم بازار ETF های طلا حدود 92 میلیارد دلاره و الان حجم بازار ETF های بیت کوین حدود 40 میلیارد دلاره در صورتی که ETF های بازار طلا از سال 2004 که تصویب شده یعنی حدود 20 ساله که ETF های طلا موجود بوده اما ETF های بیت کوین تقریبا کمتر از دو ماهه که به بازار اومده این رشد شدید ETF بیت کوین نسبت به ETF طلا رو نشون میده و البته که به نظر میرسه که حتی از یه جایی به بعد ETF های بیت کوین پول بیشتری داشته باشن نسبت به ETF های طلا این در صورتیه که حجم بازار طلا همچنان حجم بازار کلی طلا همچنان به شدت بیشتر از حجم بازار بیت کوینه و حدودش 10 برابر بزرگتره و به نظر من این یه سیگنالیه که بهمون نشون میده که قیمت بیت کوین در آینده میتونه با گرفتن حجم بازار طلا به عنوان یه ذخیره ارزشمندتر یه افزایش بیشتری داشته باشه ما تقریبا هر روز این روند ETF و پولی که وارد این ETF ها میشد رو به بازار بیت کوین رو بررسی میکردیم اما امروز بذاریم به یه سبک دیگه بگیم این موضوع رو امروز ETF های اثبات بیت کوین مجموعا 9000 تا بیت کوین خریدن در صورتی که ماینرها فقط تونستن 900 تا بیت کوین در روز تولید کنن و این موضوع با هاوینگ بدتر هم میشه یعنی ده برابر چیزی که ماینرها به بازار عرضه کردن رو ETF های بیت کوین خریدن و این تازه فقط ETF هاست ETF های بیت کوینی که تو آمریکاست و حالا سرمایه گذارهایی که اونجا میتونن سرمایه گذاری کنن بهش دسترسی دارن بقیه مردم دنیا هم بالاخره بیت کوین میخرن دیگه و این عرضه و تقاضا رو نشون میده که چقدر طرف تقاضا زورش میچربه به طرف عرضه و همین موضوعه که اصلا باعث شده که قیمت بیت کوین یهو به این شدت رشد بکنه من فکر میکنم الان به جایی رسیدیم که تقریبا هر اسیت منجر یا مشاور مالی باید حتما یه مقدار بیت کوین تو سبدش داشته باشه اونایی که باهوشتر بودن قبلا خریدن الان کسایی هم که مورد تحسینن ولی الان بیت کوین داره تبدیل میشه به یه استاندارد تو سبدهای سرمایه گذاری مثل مثلا طلا مثل املاک مثل بقیه موضوعات داره تبدیل میشه به یه استاندارد اما شاید یکی از قدیمی ترین و شاید ستونای <تصفح> بیت کوین همین شرکت ماکرو استراتژی که آقای مایکل سیلر فاندرش بوده که این شرکت اصلا اساس کارش رو گذاشته روی خرید بیت کوین میخوام بگم یه نفر چقدر میتونه هم اطلاعاتش تکمیل باشه و هم واقعا به اون اطلاعاتی که داره عمیقا متعهد باشه آقای مایکل سیلر اومد اطلاعاتش رو راجع به بیت کوین تکمیل کرد و بعد از اونجایی که متوجه شد آقا این ارز این دارایی واقعا دارایی آینده است نه تنها تمام سرمایه خودش حتی تمام سرمایه شرکتش رو هم سرمایه گذاری کرد حتی اومد روی شرکت وام با بهره کم گرفت وام چند ساله خب با بهره کم گرفت و اونا رو دوباره روش بیت کوین خرید این کاریه که آقای مایکل سیلر انجام داد شاید که مثلا یه مشاور مالی معمولی وقتی باش صحبت بکنه موضوع میگه این کار بدترین کاره چون واقعا به این باور رسیده بود حالا مطالعاتش تکمیل بود و چون جیگرش رو داشت که این ریسک رو انجام بده به خاطر حالا اون اعتقاداتی که پیدا کرده بود نتیجهش رو میخوایم با هم ببینیم که چی شد آقای مایکل سیلر و شرکت استراتژی تو این چند سالی که به بیت کوین اعتقاد پیدا کردن و باور پیدا کردن با, با این استراتژی رفتن جلو تمام پول شرکت و وامایی که گرفتن و به مرور هر, هر, ماه بیت کوین خریدن نتیجهش شده 193 هزار تا بیت کوین تو این چند سال گذشته خریدن خب همونجور که بهتون گفتم قیمت بیت کوین تو این یک هفته گذشته ده درصد هم رشد کرد و مجموع دارایی شرکت مایکل سیلر حدود 965 میلیون سود شامل شد یعنی متوسط میانگین خریدش 965 میلیون دلار سود کرد رو این دارایی که خریده اما شرکت ماکرو استراتژی هم که همونجوری که بهتون گفتم یه شرکت سهامی خیلی بزرگه که خدمات کامپیوتری میفروشه این شرکت یه درآمدی داره دیگه درآمد میانگین سالیانش حدود 75 میلیون دلاره و اگر فرض کنیم که شرکت مایکروستراتژی میخواست کار بکنه که به همچین سودی برسه الان باید حدود دوازده سال و نیم کار میکرد تا بتونه یه سود 965 میلیون دلاری به دست بیاره در صورتی که الان تو یک هفته فقط مجموع دارایاش یه همچین سودی رو برای ساخته خب بریم حالا سراغ آلت کوین ها صحبت بکنیم و چند تا موضوع رو بگم تو سیکل های قبلی آلت کوین ها به خاطر اینکه مارکت کپ پایین تری داشتن خب با یه پولی کمتر خیلی راحتتر پامپ می شدن یا افزایش قیمت می داشتن و به نسبت بیت کوین که یه مارکت کپ بزرگتری داشت شرایطشون برای پامپ شدن و قیمت راحت تر بود تو این مارکت هم همین شرایط موجوده یعنی مارکت کپی که بیت کوین داره به مراتب خیلی بیشتر از مارکت کپ آلت های دیگه است ولی به خاطر اینکه پولی که داخل بازار سهام آمریکا وجود داره و داخل ETF است الان میتونه خیلی راحت وارد بیت کوین بشه برای همین منابع مالی که الان به بیت کوین میتونه وارد بشه خیلی بیشتر از منابع مالی که چهار سال قبل بود صرفا این استنباط که آقا چون چهار سال قبل آلت کوین ها بیشتر پام کردن از بیت کوین پس الان هم این اتفاق ممکنه بیفته شاید صرف این موضوع درست نباشه که به بازار نگاه کنیم ولی خب واقعا هم این موضوع سر میکنه که آلت کوین هایی که مارکت کپ کوچیکی دارن رشد میکنن حالا یا فاندامنتال یا پامپا منتال استلن یا پامپ و دامپ قیمتیه به هر حال این انتظار رو میشه از آل کوین داشت که رشد کنن حالا چراشو بهتون میگم یه آقایی یه توییت زده بود توی توییتر من خوش آمد گفتم یه قسمتشو براتون بخونم بجز حالا اون آخرش که یه ذره خرابش کرد ولی در کل به نظرم خوب گفته میگه خیلی از آلت کوین ها احتمالاً 50 60 درصد از آلت کوین ها به اون آل تایم های قبلی نمیرسن و درست هم میگه دلیلش هم اینه که شاید اون زمان یه جوی روش بوده و به جز اون جو توکنومیک و کوین هایی که به بازار عرضه شده بوده چهار سال پیش و الان خیلی فرق میکنه اینا چیزایی که بعد یه سرمایه گذار یا یه حالا تریدر کمتر سرمایه گذار بیشتر باید بدونه اینا رو کسی که میخواد به سود بیشتری برسه شاید بهترین گزینش این باشه که پروژه های جدید رو روشون سرمایه گذاری بکنه به خاطر اینکه هم بیشتر تو معرض دیدن همین که مارکت کپ کوچیکتری دارن و راحت تر پام میشن و البته که توکنومیکشون هم همچنان کامل نشده یعنی کویناشون به بازار عرضه نشده که بخواد طرف عرضه رو سنگین بکنه مارکت کپ آل ها توی چهار سال گذشته به حدود یک ممیزه تقریبا حالا یک تریلیون دلار رسیده بوده در صورتی که الان همچنان تا اون مقدار خیلی فاصله داره و تقریبا شاید نصف اون مقدار هم نشده هر و البته که ما انتظار داریم که این مارکت کپ خیلی بیشتر از این حرف هم بشه با حالا وجود تورم و پولی که چاپ شده من فکر میکنم که تو این سیکل آلت کوین ها مارکت کپ بیشتری از سیکل قبلی پیدا میکنن برای همین این انتظار رو میشه داشت که حالا آلت کوین ها و ارزهای دیجیتال کوچکتر هم رشد بکنن اما یه سری پروژه ها شرایطشون فرق میکنه مثلا یه پروژه مثل بی ام بی رو من براتون مثال میزنم بی ام بی, ام بی از اونجایی که تمام کوینش به بازار عرضه شده خب و از اون طرف پروژه سوزوندن توکن رو هم دارن یعنی هر چند ماه یه بار چهار ماه یک بار یه مقدار کوین نشون رو میسوزنن و از اون طرف خب صرافی بزرگ و برای استفاده از لانچ یا گرفتن حالا ایردراپ یا لانچ پد همون هر چی اسمش رو بذارین باید بی ام استیک بشه و الان حدود 16 میلیون بی ام بی هم تو این لانچ پد استیک این موضوعات همه میتونه باعث بشه که بعضی از پروژه های قدیمی بزرگ بتونن همچنان به ATH، ای تی آل های خودشون برسن و اون رو هم حتی رد بکنن من راجع به بی ام بی اینطور فکر میکنم اما خب بریم سراغ قسمت آخر ویدیو که قرار بهتون بگم که آقا آیا با این افزایش قیمت ما سیو سود بکنیم نکنیم پوزیشن باز کنیم نکنیم؟, نکنیم خرید کنیم چیکار کنیم یه چیزی اول بهتون بگم این جوی که روی پروژه های دیجیتال بازار وجود داره اصلا تو همه بازارها به همون سرعت و شدتی که وجود داره به همون سرعت و شدت میتونه کاملا برعکس شه بازاری که امروز انتظار داره که قیمت مثلا چه میدونم 20 درصد 30 درصد رشد بکنه همین بازار ممکنه که هفته دیگه انتظار داشته باشه قیمت کاهشی باشه برای همین ما باید حالا با توجه موضوعات فاندامنتال و البته که یه مقدار حالا تکنیکال و تجربه سعی کنیم که این موضوع رو مدیریت بکنیم. اینو اول بگم که دید من نسبت به بیت کوین حداقل و بقیه از دیدال تو بلند مدت سودیه. چند تا پیش بینی هم دیدیم حالا همشون حدود 170 -80 تا 220 هزار دلار رو میگن. حالا میتونید یکی از ویدیوهایی که اینجا ساختم ببینید. اما چیزی که مهمه و این استراتژی که ما من ندیدم جایی خودم ابداعش کردم برای خودم به شما میگم ممکنه به دردتون بخوره ممکنه هم نخوره اینی که به نظر من شما باید سه تا حساب داشته باشید یعنی من خودم این کار کردم یه حساب گذاشتم برای خرید بیت کوین و صرفا برای بیت کوین گذاشتم حساب بخر و فراموشش کن تو این حساب هرچی بیت کوین میخرم انتقال میدم با اون آدرس و اصلا دیگه فکر میکنم که این بیت کوین ها رو ندارم یه جورایی انگار پسنداز خیلی خیلی بلند مدت پنج ساله ده ساله نمیدونم تا هر موقع که ممکنه نیاز داشته باشم من اینجوری روش حساب کردم چون اعتقاد دارم بیت کوین قیمتش خیلی بالاتر از این حرف خواهد بود برای همین میخرم فرموشش میکنم حالا این مبلغم لازم نیست زیاد باشه مثلا نمیدونم حالا برای هر کسی یه مقدار دیگه یه حساب دارم برای بقیه ارزهای دیجیتال و بیت کوین که این حساب رو روش ترید میکنم اما چه تریدی سوینگ ترید یا ترید بلند مدت بذاریم بهتون نشون بدم مثلا چه جوریه مثلا با لورج خیلی پایین ارزهای دیجیتالی که فکر میکنم تو بلند مدت میتونن سود خوبی بکنن و میخرم لورج هم خیلی پایینه مثلا دو یا نهایتا سه یه همچین لورجایی حالا شما میتونید اثبات هم توش انجام بدید حالا میتونید به عنوان معاملات اثبات این ارز رو برای میان مدت نگه میدارید یعنی تا چند وقت یعنی تا یک سال آینده که ما انتظار داریم قیمت بیت کوین و آلتکوین ها به اوج خودشون برسه به نظر من زمان نگهداری این ارز و نباید تا اون موقع بفروشیدشون این اردا رو یا با لف... بدون لورج به حالت اثبات بخرید انتقال بدید به کیف پولتون یا با حالت لورج خیلی پایین یا همون اثبات بخرید نگه دارید انتقال بدید به کیف پولتون برنامهتون باشه برای 6 ماه تا یک سال آینده خب بعد حالا تو اینو اه... تو همون شش ماه آینده با هم دیگه صحبت میکنیم که چجوری اینا رو بفروشید و اه... چجوری از بازار خارج بشید پس اینم خیلی کاری نداریم هر چند وقت یه کوچولو ازش میخریم ولی قرار اینا رو بفروشیم قرار نیست که دیگه اصلا فراموششون کنیم مثلا ممکنه شش ماه دیگه چه میدونم میخوایم ماشین بخریم خونه بخریم اینا رو میخوایم بذاریم اون برای حالا شش ماه تا یک سال آینده بفروشیمشون اینم بهتون بگم صرافی مکس الان در حال حاضر کارمزد معاملاتش رو به شدت کم کرده یعنی اثبات که اصلا چه میکر چه تیکر هیچ کارمزدی پرداخت نمی کنید تو معاملات فیوچرز هم توی حالت میکر هیچ کارمزدی پرداخت نمی کنید تو حالت تیکر فقط صفر و صفر یک درصد پرداخت می کنید که کمترین کارمزد توی صرافی معتبر شناخته شده دنیاست برای همین من بین که نامش رو تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم میتونید از این لینک عضو بشید و معاملاتتون رو تقریبا بدون کارمزد انجام بدید اما یه حالت سومی هم وجود داره اونم روی کرده اینه که به حالت ترید روزانه حالا ترید بکنید یا ساعتی یا حالا نمیدونم هر جوری که خودتون وقتشو دارید الان بخرم فردا بفروشم الان بخرم رو مقاومت بفروشم رو حمایت بخرم این روی کرد برای کسایی که حالا یه مقدار بیشتر با ترید میخوان انجام بدن و برای دارایی کوتاه مدتی که رو اینها رو این دارایی ها الان بد نیست سیو سود کنید یا حالا مثلا تو شرایطی که فکر کنید قیمت بیت کوین بالا رفته بعد نیست سیو سود بکنید چون دیدتون کوتاه مدته بعد تو قیمت پایینتری بخرید حالا بستگی داره ممکنه بعضی وقتیشون کمتر باشه اصلا از این استراتژی نخوان استفاده کنن هرچند که قیمت این پتانسیل رو داره که بالاتر از این حرف هم بره ولی احتمالا به هر حال توی برهه ای اصلاح خواهد داشت و میشه تو اون حالت اصلاحش وارد شد خب امیدوارم که این ویدیو براتون جالب بوده باشه اگه اینطوری بود ممنون میشم که لایک کردن، شیر کردنش به من برای ساخت ویدیو بهتر انگیزه بدین مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین تا ویدیوی بعدی خداحافظتون